موکا ساعت 1 خواهش میکنم. چطور سگ مردم 6 صبح بیدار میشه؟ این چه طرزشه؟ پاشو بری بریم موکا جوش کنیم. بیا برو. آفرین. برو رو پدت روتون به دیوار. آفرین بزر گل. غذا بخوریم. غذا آره؟ غذا میخواست؟ باشه چشم. موکا بشینه. موکا قلد. آروم. موکا بشینه. قلد. آفرین مامانی. بیا بذار آبتم عوض کنم. موکا چه همشه دوتا غذا برمیداری میری اون ور دوباره میری برمیداری؟ مزاحم نشو. نگاه میره اون ور ترکم. نه داداش همینجا وایس راحت بخور. بالاخره برام آدم چه تصویر. خب به موقع غذا دادیم، بیدار شد، جیش و پیپیش کرد. الان من موندم و هزار تا کار دیگه. بعد این بمبی که اینجا ترکیده رو جمع کنم، آشغالای اون پشت رو ببرم بیرون، موقع رو ببرم بیرون، شونش کنم، دندوش رو مسواک بزنم، واسه امروز ویدیو رکورد کنم که دارم میکنم و ویدیوی امشب هم بزنم آپلود باشم بریم پیش آریا اینا. ولی این حس میکنم کلی از وقت هم میگیره. این یه دونه از این بنده بود که دور جعبه میبندم، توی جعبه میبندم، بعد حس کردم یه جنس سفتی داره بهش دادم و خیلی باشه همش جویده. بعد برم دوباره از ناسش بگیرم. اینم عروسکشه. البته من دیگه عروسکاشو جمع کردم چون ته تحقیقاتی فهمیدم که اگه همه عروسکاش دم دستش باشه ذوق اون عروسک از بین میره. فقط بعد آیتما و مثلا دندونگیرا و چیزایی که جویدنی دم دستش باشه. ولی این یه دونه عروسکو گذاشتم. یعنی فکر کنم صحنه های موکا تا چندی ماه دیگه به سوی مثبت 18 بره. یه پروسه ای رو دارم میبینم همجور که میبینید، یه پروسه این که داره بالغ میشه، هورموناش دارن، نوزادی، طولگی یه دردسر، بلوغ رسیدن هم یه دردسر. فقط این یه دونه عروسش گذاشتم و دقیقه اینه که لب پنجره نگاه کنه بیرون. اگه تو اتاق باشم میاد توی اتاق، اگه توی حال باشم میاد توی حال. موکا چی میگی؟ چی نگاه میکنی همیشه؟ نشستم به در نگاه میکنم، دری که آه میکشد. تو از کدام راه میرسی؟ موکا بازی کنیم. موکا یکم با هم دیگه بازی کنیم. آقای موکا لطفا بشن بریم بیرون. چی؟ یه کلمه شنیدی؟ وایسا بشین. برو بکن. موکا بریم بیرون. بریم؟ باشه باشه. بیا لباستو بپوشم بریم بیرون. بیا دیگه. بودی بیا موکا لباستو بپوشم بریم. بیا موکا بمونه. بیا سانه هی دلخراش تو راه رو جیش کرد و یک ساعت داشتم تمیز میکردم. موکا دیگه جیش نکنی تو راه رو، بزرگ شدی. کاش هم میدونه کارو بدی کرده. بشین. آفرین. هلو. آفرین. به در ورودی نزدیک میشین. خدا رحمت. وایسا موکا. موکا یا ابل فرس موکا آزاد میشود. وای همه الانشم خیلی هوا سرد. من قبلا شبا میبردمش بیرون و چون خلوتتر بود آدم کم بود. موکا آریا موکا نمیبینیشون؟ میری؟ بیا بید من دیدی آریا رو از کن. موکا موکا آریا زداش کن. موکا پاردون پاردون نکن موکا. گل باری او کدر گلنده سویم. عجب خریه. اسکورت بایه موکا مایکل جکسونی داره میاد.
دهنم داره سرویس میشه، پارت هزارم هر سری با موکا میایم بیرون. من قشنگ 10 برابر موکا انرژیم خالی میشه، موکا انرژیش خالی میشه. من آریام بگو چه کارهای خیلی من صبح تا شب موکا رو میارم بیرون، پی پی و جیشش رو من تمیز میکنم و واقعا خسته شده عرقایی که ریختم میبینی؟ روت میشه داداش. نه واقعا میشه؟ روم میش نیست گاوه. بیرونمون رفتیم، آقا موکا جهنه دستم سرویس کرد، الان داریم بیرون کنیم. It's creepy. دست پاشو شستم دیگه، فکر کنم کم کم باید بخوابی. منم ساعت 6 و تازه باید برم نهار بخورم، بعدش هم باید بیام ویدیو ها موکر کنم برای یوتیوب. من موکر تو خونه گذاشتم، تا در رو بستم یادم افتاد کلید نرم، کلید تو خونه جا گذاشتم. ویدیو میگیری بگو، ما خواستم بخواه ویدیو تو ویدیو تمدینجی. من البته همیشه واسه یه کلید زاپاس، یه کلید زاپاس تو خونه آریان کلید زفاس خونه آریانا داشتیم، اومدم کلیدشو بردارم ولی دیگه خودشم آوردم بهم غذا بخوره. البته نهار خورده، من هیچی نخوردم. اومدیم یه جایی که کل غذاهاش رژیمیه، یعنی همشون چیزه چی بهش بگم دایت؟ نه رژیمی که ترکاشون دیت، دایت خود که سالمه، ارگانیکه. آره ارگانیکه. برو من از بقیه غذاشم بگم، مثلا اینا چیزاشه و همشون سردن و هم موقع گرم کنن. زاهد باحال نیست ولی خوشمزه است و واسه ما که رژیم گرفتیم خوبه. دوتا دلمه برداشتم، بلغور سیاه رژیمیه، مرغ و سوپ گوجه فرنگی. این نوشیدنیه توش زده که کربن اکتیو توشه ولی خیلی خوشمزه است. ولی بدمزه، واقعا بدمزه بود. نه نه واقعا نه نه واقعا بدمزه نیست، ولی چیزی نیست که بخوام دفعه بعدی بگیرم. این کلا خیلی سوسوله، خیلی بد غذاست، خیلی بدمزه. همه چیزو میگه ای بخور، مجبوری بخور. نه مجبور نیستم، پول دادی بخور. بریم ببینیم موکا چیکار میکنه. سلام پسر گود، دلت به هم تنگ شده بود تو هم 2 دقیقه؟ رسیدیم به اون جایی که از صبح دارم ایگنورش میکنم ولی میدونم که بالاخره باید انجامش بدم، ولی بهش توجه نمیکردم ولی الان باید انجامش بدم. از این کار متنفرم، بتونشون میدم. از اینکه بخوام ظرف خالی کنم و ظرف کثیفو بذارم توی ظرفشویی و دوباره خالی کنم مو متنفریم. از این کار متنفرم، ولی چون احتمالاً شب میریم پیش آریا اینا دیگه، اینا میگنده دیگه، یه 2 روزی هست که آرد اینجاست. چی میشد مثلا تو این چیزا کمک میکردی؟ مثلا چی میشد سگاهاشو میگفتی نه چی؟ ظرف نمیشوری؟ هیلی میکشی؟ برو از تامنیل ویدیو امشب که شما وقتی که الان این ویدیو رو ببینید این ویدیو رو دیدی. اینم آپلودش، اینم آقا موکایی. آقای موکایی قربونت برم. یعنی نمیتونم حرف بزنم، انقدر که درگیر موکا وسایلش. همه رو جمع کردم، داریم میریم خونه آریانا. من آریا میشم بیرون، موکا اونجا میمونه، بعد ما میریم دوباره پیشش. ولی نمیتونم حرف بزنم، خیلی خسته شدم. موکا باشو بریم. من هر سری میام این ماشینا رو میبینم دارم پارکینگ پارک شده، خیلی کوچولو. موکا بیا پیشش، خیلی کوچولو. نمیدونم ماشین کیه، خیلی هم شیک میاد پارک میکنه. موکا بشین، بمون موکا، بمون 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 میگم موکا بمون. آفرین قشنگ میشناسه خونه کیه. باشه بشین بمون، بشین بمون موکا. رفت بیسه اومدی پیش آریا؟ چطوری؟ داشت؟ بچه البته میدونم که الان خیلی تاریکه چون تو تاکسی نمیذارم بزنم.
که پاساژ ها اینا تا 8 دیگه بیشتر باز نیست. حالا اینو بذار بهت بگم. من بعد خواستیم بریم رستوران، یه یاری هست تو اینستا خیلی معروف شده. میخنده همش. جزنه بوراک. جزنه بوراک اسمش. همش میخنده مثلا غذاهای عجیب و بزرگ مثلا درست میکنه. رفتم بریم رستورانش. خیلی شیک اومدیم بریم تو، یارو گفت 10 دقیقه دیگه میبنده. بعد سر کرونا کلا قانون شده 10 همه رستورانا میبندن. ما 9 و نیم تازه خونه اومدیم. و این رانو تاکسی داره میگه که 8 هم دیگه مال و اینا میبندن. ولی حالا زنگ زدیم به یه هتل، گفت حالا اگه سری میرسید میتونیم باز بذاریم. هندیه غذاش، رستوران هندیه چه هتله. کلا ما همه خیلی غذای هندی دوست داریم. این رستوران هندی هم نزدیک خونه هست، اون مثلا یه چیز محلی کوچیکه، ولی این مال هتله. حالا بریم ببینیم که غذاش چطوریه. بچه این هتله که اومدیم هتل هیلتونه، بعد حالا تو ماشین معلوم نیست ولی این آریا گفت من نمیرستم این هتل استقلال تهران معماریش. چقدر تو این نور ترسناکی آریا، ببخشید که انقدر بد افتادی. بچه های توی خونه بابا. بچه های توی خونه. بچه های توی خونه البته الکل چیز بدیه. اگه گذاشتی ویو رو نشون بدم. دینم ورزشگاه بشیکتاش. دوباره برمیگردیم اینجا. تاکسی کزیزی. تاکسی کزیزی. غذا هم بیاد حالا نشون میدیم. خب پیش غذامون اومد. این چیه؟ پنیر. اسمش واقعا پنیر تیکای همچون چیزی. این هم بهش میگن چیکن لولیپاپ. این هم سوسه. این پیش غذا. آره این پیش غذا. این سوس وحشتناک تونده. این سوس شیرین تونده مثل این که. و این هم ترشیه پیاز. رسید. چیکن تیکا مسالاه که من نون گرفتم، به نونش هم میگن نان کن. این هم برنج زعفرونی که البته زعفرونای ایران کرد. این هم چیه؟ باتر چیکن، یعنی مرغ کره. خیلی عجیبه. باتر چیکن. باتر میشه کره. آها راست میگی. آره من فکر کرم چیکن. شروع کنیم. Let's go. آقا الان بهمون گفتن از فردا یک ماه تعطیل میشه رستورانشون، دوباره قرنطینه. شاید کوثر به خودش بیاد و آشپزی کنه. شاید. به میز شاهنشاهی ما خوش آمدید. خدا فیزیکو ده بخیر خوب بوده. ایوه